دوباره خوش آمدین همتان عزیز. استاد هنوز هم در برنامه با ما هست. استاد پیشتر از وقفه سوال کردم که حال چی مصروفیت دارین در پهلوی ازی که درس میتین، فقط کارهای خانه سهم میگیرین یا کدام وظیفه خاص هم دارین؟ در پاکستان هم که بودیم یک مدرسه بسیار بزرگ داشتم، 1400 شاگرد او بود، هم دارالعلوم بود هم دارالخاص بود. پدرم خدا غریق رحمتش بکنه سرپرستی میکرد به نام مدرسه حضرت بلال بن رباح. خوشبختانه اولین کسی که این کار کرده تانسته که بعد از فوت پدر در زمان حکومت حامد کرزی این مدرسه را عمو خشت و سنگش هم انتقال دادیم و در بگرام فعال ساختیم به مون نام و فعلا هم دارالعلوم هم دارالحفاظ عموج الحمدلله جریان داره. خودم کارمند وزارت ارشاد حج اوقاف در گذشتان بودم، الان هم یک ریاست از بنام ریاست تحقیق و مطالعات علوم اسلامی در موجه معذف هستم، وظیفه دارم. استاد یک قصه جالبتان که از زمان مکتب یا یک خاطره جالبتان که از زمان مکتب در یادتان است و همیشه که وقتی یادش میکنین بسیار شما را خوش میکنه و خنده به لبایتان میاره، امرای ما بیننده های عزیز اگر شریک بکنین. والله بسیار گفت خوب است. ما سه نفر بودیم، مضمون انگلیسی نمیفهمیدیم، استادم کتما یک ذره چندان نبود، ناکام میکرد. خب باز وقت امتحان بود، در او وقت بکس پنجه میگن یک چیزی را، باز ما از اینمی داشتیم، ما رفت شاگردای بدماش بودیم تقریبا. رفتیم باز یک بچه طاهر نام داشت، حالی هم زنده است، سفید است، ما را آوری خدا زنده داشته باشش. این بکس پنجه در جیب از اونمو میبود، من این را گفتم که استاد خانم را نمیده بیا یک توفه بر رزی ببریم، یک رقم کنیم ناکام کنه بد از بخدا. ما که رفتیم پیش از این از مکتب که رخصت شد یک باسکل داشت، استادش کرد این که استاد این همی مشکلات از جنجال است، ما را ناکام نکن. ای لوچکا گفت یکی دید و خدا که باره بود همی طاهر گفت که گفت خوبیشه نمیفهمم، مویتر خب بیزی ناکام میکنم بدنام میشیم. استاد بشیرنی نمیشه همی بکس پنجه را کشید بدون کدام گفت که همی زد، این همی منطقی ازی گردن ازی خورد، خون شد که خون شد، بو هم گریخت ما هم گریختیم. خب رفتیم دیگه باز مکتب هم نامدیم، در دو مضمون دیگه هم نامدیم. خدا روزی که پارچه را میدادن که آمدیم که بخش ما 80 نمره داده. خب باز نمی تایر ناکام تا هم نکرد 80 نمره 100 نمره آخرش است. یک بچه دیگه فرید نام داره گفت تایر تایر، من گفتم خدا بزنید، گفت دو تا دیگه بزنید 100 پوره بیدار بچا بودن. باز کی یاد می آوره خنده بگیره که زیاد واقعا شوم بود، واقعا شوم جالب بود. استاد این قصه که برای شما شده، حالا خودتان استاد هستین در پانتونا درس میکدام، شاگرد خودتو خرابی نمیکنه؟ نه والا نه. خب شاگردای آله دیگه کم نه با نزاکتا رو مراد میکنن، گرچه در مکاتب مشکلات بود، حتی در زمان جمهوریت تفنگچه را بوکس پنجه را ببن تا چه تفنگچه وی گپم بچای وزیر و وکیلی سویوا میبردن، تا معلم مستقیم اختار میداد که نمره یک تا کم باشه، باز دیگه نمیفهمی میزدن یا پا بده. خب الحمدلله خوشبختانه که با این تغییر رژیم یک پام از بین رفته، یک پام از بین رفته بدون شک. ما یک گیم داریم، اگر شما موافق باشین که ما همراه شما یک گیم بازی بکنیم. خب در بخش سگمنت شکلی است که مثلا ما سوال میکنم و شما باید زود جواب بدین. بسیار خوب. استاد آماده هستین شما؟ بفرمایید. در کارخانه سهم میگیرین؟ بعضی اوقات. اوقات بیکاری مصروف چی کارها هستین؟ مطالعه. مطالعه. اسمتان در خانه چی است؟ امین. محمد صابر. محمد صابر. بله. با کس دنبال چاپلوسی کردین استاد؟ والا در زمان مکتب خوشاید. در زمان مکتب هم یک بار دو بار یاد ما میاد این پنتورم. در پنتورم. چرا؟ یک مشکل داشتم من روی استاد. یک بیادبی دارم. نمره نمیداد؟ نه. ما فقط امو حرکتی را که کرده بودم این او حرکت در مقابل استاد نبود، خب برداشت از او هم تو بود. اکثر وقت باز ما کوشش میکردیم که به یک شوی اگر امی از من ناراحت شده باشه که امو عدلش بره. بسیار خوب. استاد ناکام شدین؟ نه الحمدلله. رنگ دلخواهتان؟ سفید. غذای دلخواهتان؟ ما اکثر وقت در خانه که باشم کوشش میکنم که یا برنج باشم یا شروع داشته باشم. شروع داشته باشم. مردم شمالی هم عادتا هم شروع زیاد خوش میباشه. عاشق شدین استاد؟ هیچ انسانی نیست، من فکر نمیکنم در زندگی خود عاشق باشم. عاشق شده. عمو در وقت تو سات جوانی بود یا؟ طبعا در وقت جوانی بودن. طبعا عاشقی اصلی هدف ما است دیگه، ما فهمیدیم. و ازدواج هم که کردین نتیجهش موفق شدین، یعنی ثمره مو عشقتان بود یا نشدین؟ انسان ها، هر انسان عاشق است. یک تعداد عاشقی را صرف مشخص برامو دختر خانم ها میبینن، یک تعداد عاشقی دارن ارتباط دارن مستقیم با پروردگار خود بدون شک، با و
ولی هیچ انسانی نیست که تمام بالا از باب دنیا هم چون ما انسان هستیم ملک هستیم از آسمان پایین نشدیم که طبعا نفس داریم و امو علتش هم بود نی او رسی دوم به اساس هم بود بسیار خوب است لط کردین استاد کس را؟ ولا لط خوردین؟ هم لط خوردیم هم لط کردیم چی رقم استاد مثلا شما زیاد لط خوردین یا زیاد لط کردین؟ ما دمی کتاب های دینی میزان صرف یک کتاب است که بسیار سخت است و ایره پدرم برام درس میداد خدا غریق رحمتش کنه یک روز آمد رو آمد بیار کتابم کتاب که آوردم گفت بخون من خواندم 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 یک دفعه گفت باش و اما قبول کنم این نصره کدام صیغه است چی ره استاد؟ نصره کدام صیغه است ما ترسیده بودم از درس بسارم تو بلاج و گفتم که نصره سیگه بازی مذکر بعد است کته میسلی که زد رفت خوب بسیار خوب بزار کنم تک کلام مشخص دارین؟ نی والا ندارین؟ نی کنم تک کلام استاد رشوت برتان پیشنهاد شدن؟ زیاد و گرفتین؟ نی والا فردا با پیش خدا رفته نیست من یگانه انسان هستم که و از چیزی که بسیار متنفر هستم بد میبرم دروغ است چرا یک کسی پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد گفت یا رسول الله گفت بله گفت ما به خاطر احترام خودت میخوایم که از چند چیزا توبه بکنم تو بگو دزدی مثلا غیبت مثلا دروغ کدامش پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش گفت که دروغ دیگه نه وقتی دروغ یعنی همه چیزها را از بین میبره او آدم سبا فکر کرد که من چرس میزنم شراب بخورم باز دم خانه برم یا دم فامیل بگویم باز اونجا تعهد کردیم و دروغ نفرت دارم بسیار خوب استاد و خودتان رشوت دادین؟ یک بار در پاکستان دادیم یک بار در پاکستان دادیم استاد صبحانه که میخیدین اولین کار را که انجام میتین؟ صبح که ما عادتا پیش از آزان ملا میخیزم هیچ بیاد ندارم که من خیسته باشم که ملا آزان داده باشه این حکمت خدا از این طفلیت همینطور تربیت شدیم و تا که ما وضو میگیرم باز ملا امام آزان میته کوشش میکنم نهایی که به جماعت برم نماز به جماعت بخونم و یگانه تنبلی که دارم که هیچ نمیتونم بدبختانه سپورت است نمیکنم نه نمیتونم و استاد کسر از خود رنجاندین ولا زیاد زیاد رنجاندین کیره مثلا زیاد رنجاندین برادرای خود در اکثر اوقات حالاتی پیش آمده که بعد حتی اولادای از من خفه شده باشن یا پا باشه این شده استاد در زمان غصه وار میکنین یا مثلا تو یک چیز را بشکنانین من در گذشته حوصله بسیار زیاد داشتم واقعا بدبختانه دینمی اواخر یکی خود کرونا مرا گرفت همون یک در وضعیت من خراب کرد بعد از این همین واکسین از هم تاثیر داره واکسین از هم کردیم دوم من شکر دارم شکر من بلند است او هم اذیت کننده است یعنی حوصله انسان زود به سر میبره بسیار خوب و در ضمنش هم دو بار قلب من عملیات شده یعنی برای سپورتی گفتم که من گفتم که نمیشه نمیتونم نمیتونم درست لحاظ اکثر وقت کم حوصله میشم که تابال خود نکردیم یعنی اکثر وقت اینطور حالات میایه که تقریبا خدا ناقص سوال های زود بگو هم دوستای عزیز به زود قصه کو تبدیل تقریبا سوال بیقی زیاد شد استاد آخرین سوال در بخش زود بگو از جهاد که مثلا آرزوی را که در وقت جهاد داشتین برش رسیدین خب ما نیتی را که خودم داشتم بلی رسیدین بله. بسیار خوب دوستای عزیز شما یک وقفه کوتاه بگیرین دوباره زود برمیگردیم بازی تصاویر مانده او را فراموش نکنید.